همراه شما هستیم در توییتر. دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east ترانسپاندر A1 فریکونسی 10721 مگاهرتز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22000 FEC 34. متشکرم. درود بر شما جناب بهبهانی بزرگمهر و بینندگان و شنوندگان خوب این رسانه وزین. امروز 12 اکتبر 2020 برابر با 21 مهر ماه 1399 است. دوستان گرامی، در هفته‌ای که گذشت به ویژه 8 اکتبر در حقیقت ما شاهد درگذشت محمد رضا شجریان استاد آواز ایران بودیم که نامش جاودان باد. روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام بود که البته فعال بودن و هوشیاری برای لغو مجازات اعدام در قوانین جزایی کشورها همواره مهمتر از همیشه شده و نظام حقوقی در حقیقت در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ هست که خودش رو نشون میده و به همین جهت هست که ما تنها با خواست الغای اون، یعنی با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بلکه با خود اصل قانون مخالفت می کنیم و موافق حذف چنین مجازات ضد بشری در قوانین کیفری همه جوامع هستیم. و همچنین دیروز 11 اکتبر روز جهانی دختر بوده است که البته من مایل هستم که ابتدا یک خلاصه از مقاله‌ای رو که توسط جان استوارت میل در کتاب اسارت زنان در سال 1869 در واقع تدوین شده و تألیف کرده بود ایشون رو که من البته ترجمه کردم به فارسی و فرازهای از این مقاله رو که در رابطه با وجود زن و طبیعت زنانه و شخصیت و صفات خاص زنانه هست رو اینجا من خدمتون عرض میکنم که ایشون جان استوارت میل نخستین فردی بود که مفهوم طبیعت زنانه رو مورد پرسش قرار داد، مفهومی که تا اون زمان به تمام این به اصطلاح صفات خاص زنان میدان داده بود. او در مقابل نشون داد که چگونه این صفات حاصل منطقی یک وضعیت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مشخص هستند. جان استوارت میل در دفاع روشنبینانه و پرشور از زنان از روانشناسی، علم روانشناسی کمک میگیره تا از اون طریق به بررسی یک سری قوانین بپردازه که تأثیر اوضاع و احوال بر شخصیت رو معین می کنن، که در واقع می شه گفتش که باید ژرف‌ترین شناخت رو از قوانین در واقع نسبت به شکلگیری شخصیت در نظر گرفت تا بشه ادعا کرد که از نقطه نظر اخلاقی، فکری تفاوتی بین مرد و زن وجود داره و تعیین ماهیت این تفاوت هم طبیعی هست که به طریق اولا به همین شناخت نیازمند هست. او به طور مستقیم به سراغ خود زن میره و به اون میپردازه و بیشتر از این به شکل دقیق و آشکارا بیان میکنه که
چه شرایطی لازم هست تا زنان بپذیرند در مقامی برابر با مرد بی آنکه احساس وابستگی و فرودستی کنند از خودشون سخن بگن و به توصیف و تشریح زندگی، روحیات و مشکلات خودشون بپردازن و هیچ امکان نداره که بین اشخاصی که رابطه غالب و مغلوب با یکدیگه دارن گفتگوی راستین صورت بپذیره. در حقیقت در یک رابطه نابرابر گفتگوی از سر صداقت و راستی نمیتونه صورت بگیره. از اینها گذشته او اضافه میکنه در این مقاله که هر زنی که در صدد براید تا از خود و از نقش خودش در فرهنگ سخن بگه میتونه سرگذشت دخترانه دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خودش رو و همچنین اون بلایایی رو که به سبب جنسیت خودش تحمل کرده رو روایت بکنه. اما قدرت ذهن و حافظه او در پژوهش و بازجستن مسائل گذشته هر اندازه هم که گسترده باشه به هر حال متوجه میشه که همواره یک منطقه ناروشن وجود داره، دوره نوباوگی که چیزی از اون به یادش نمیاد ولی بستر شکلگیری و پرورش دشواری های پی در پی و آتی اون، یعنی مشکلات حتی در آینده او رو هم میشه شامل کرد. در 3-4 سالگی، یعنی در سنی که قوی ترین حافظه ها هم خاطرات پیش از اون رو به یاد نمیارن، هر آنچه در زندگی فرد به جنسیتش وابستگی داره به هر حال تحقق پیدا کرده، زیرا که در طی این دوره مبارزه آگاهانه با ستم و سرکوب نمیتونه صورت بگیره و از طرف دیگر فردیت ما ریشه های ژرفی داره که از دسترس ما خارج هست چون به ما تعلق ندارن. دیگران بی آنکه ما خبر داشته باشیم اونها رو برای ما پرورش دادن. در حقیقت دختر خردسالی که در 4 سالگی مجذوب سیمای خودش در آینه میشه به این نظاره‌گری مجبور هست و این اجبار ناشی از 4 سال عمر سپری شده اون هستش و بیشتر از این 9 ماه انتظار، که البته در اینجا کنایه از اون دوران بارداری مادر هست که در طی اون همه عوالم لازم و عوامل ضروری برای تبدیل ساختن او به یک زن، به موجودی با شباهت هرچه بیشتر با سایر زنان شکل گرفتن و از طرف دیگر فرهنگ ما مثل تمام فرهنگ‌های دیگه همه وسایلی رو که در اختیار داره به کار می‌اندازه تا افراد هر دو جنس رو به رفتاری کاملا مطابق با ارزش‌هایی که حفظ و انتقالشون رو مهم می‌دونه عادت بده. بنابراین با توجه به وجود عوامل هورمونی و ژنتیک، این تعلیم و تربیت هست که عامل تعیین کننده هویت پذیری جنسی رو تشکیل میده و موجب میشه که کودکان خود رو پسر یا دختر بدونن و حتی نتایج پژوهش‌هایی هم که صورت گرفته در خصوص کودکانی که رشد جنسیشون ناقص هستش نشانگر این هست که همانند شدن کودک با این یا اون جنس و همچنین بر عهده گرفتن یک نقش جنسی معین در اساس از رهگذر تعلیم و تربیت صورت میگیره. بنابراین هیچ دلیلی برای اثبات این فرضیه وجود نداره که رفتارهای متفاوت برای دو جنس فطری هستند. در همین مسئله فرضیه متضاد اون هم معتبر، فرضیه‌ای که این رفتارها رو حاصل عوامل و الزامات اجتماعی و فرهنگی میدونه که کودکان از آغاز تولد تابع اونها هستن و از طرف دیگر میشه گفتش که حتی میتونیم نمونه‌ای در این رابطه بیاریم که
امروز تمام ارزش‌های جامعه معاصر گرفتار بحران شدن. اسطوره برتری مردانه که روی دیگر اسطوره کهتری طبیعی زنانه به حساب میاد، اینها همه متزلزل شده. همونطور که برتری سنتی بزرگترها بر کودکان در حال فروپاشی و اضمحلال هستش. اما با توجه به این مواردی رو که به طور فشرده و خلاصه از این مقاله وزین جان استوارت میر من برای شما مطرح کردم، اما نظر من این هست که تمام مباحثه ها در خصوص موقعیت زنان، درباره شخصیت و وضعیت روحی و جسمی زنان، درباره فرودستی و رهایی زنان، این واقعیت اساسی را از نظر دور می کنند که تمایز دو جنس بر مبنای یک بافت فرهنگی صورت می گیره که پایه و اساس مناسبات انسانی رو می سازه و پسر بچه که بزرگ میشه، یعنی هم کودک با جنسیت پسر، درست به مانند دختر بچه ها به موجب یک الگوی خاص و کاملا معین شکل میگیره و اینها موجب این تبعیض‌های میشه که ما حتی در جامعه بزرگ بین زنان و مردان میتوانیم مشاهده بکنیم. همه این موارد در صورتی هستش که موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی طی این چند دهه اخیر محور توجه نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته و تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق کودک به عنوان مهمترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق کودک محسوب میشه و از نظر کمیته حقوق کودک در واقع در همین کنوانسیون که عرض کردم خدمتون 4 اصل اساسی وجود داره که به منزله شالوده این کنوانسیون هست و اجرای اونها برای تحقق حقوق مندرج در کنوانسیون ضروریه. یکی از این اصل‌ها اصل عدم تبعیض. ماده 2 در خصوص اصل رعایت مصلحت کودک، سوم اصل حیات، بقا و رشد کودک است. ماده 6 این کنوانسیون اصل احترام به نظرات کودک یا شنیده شدن او هست که با توجه به قوانین بین‌المللی و داخلی در هر جامعه‌ای این نتیجه رو به وجود میاره که با خلأهای فراوانی جهت تحقق این اصول مواجه هستیم. با توجه به اینکه ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک مصوبه 1989 18 سالگی رو مرز بین کودکی و بزرگسالی میدونه، در این حال به کشورهای عضو اجازه میده که سن کمتری رو در تعریف کودک اعمال بکنن. البته برای شما خواهم گفت که چرا این اجازه و گواهی رو به کشورهای عضو میده. از طرف دیگر استثناهایی در برخی از مواد مثل ماده 37 این کنوانسیون وجود داره که در خصوص مسئولیت کیفریه که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی رو در مورد اشخاص کمتر از 18 سال مجاز میدونه. ماده 38 در خصوص ممنوعیت کشورها در استخدام و بکارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه هم از همین قبیل هست که در اونها سن خاصی رو برای کودک در نظر گرفتن و کشورها ملزم به رعایت اون شدن. اما پرسش اساسی این هست که چه معیاری به عنوان سن کودک
باید مبنای عملکرد دولت‌های عضو قرار بگیره. بر اساس رویه حاکم در جامعه بین‌المللی، همطور که عرض کردم، سن کودک 18 سال، یعنی بعد از 18 سال هست. اما با توجه به ابهاماتی که وجود داره، لازم هست این مسئله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین بشه تا افزون بر اون رفع اتهامات در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر اون، مسائلی مثل اشتغال کودکان، ازدواج کودکان، شرکت در مخاصمات مسلحانه و به ویژه مسئولیت مدنی و کیفری اون وضعیت حقوقی کودک مشخص بشه. حتی سوء استفاده از کودکان و پوشاندن لباس نظامی بر اونها تضاد روشنی با لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری و کنوانسیون حقوق کودک در خصوص بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه هست که در سال 1396 از طرف حسن روحانی برای تصویب این مسئله، این لایحه به مجلس ارائه شده بوده که به استناد این پروتکل و اجرایی کردن قواعد توصیه‌های اون، یک سری محدودیت‌ها در بحث بسیج دانش آموزی ایجاد کرد. و از اینها که بگذاریم، در همین مورد و بر اساس خبرگزاری‌های بین‌المللی که طی سال‌هایی که جنگ ایران و عراق در جریان بود، اعلام کردن که اعزام چند صد هزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری اسلامی بزرگترین کشتار کودکان در تاریخ جهان هست که در این فاجعه 300 هزار کودک ایرانی رو به قتلگاه فرستادن و این کودکان غالبا از کلاس‌های درس روانه کشتارگاه شده بودند و به اونها گفته می‌شده که بعد از شهید شدن با یک کلید پلاستیک که از طرف نایب امام زمان در اختیارشون گذاشته شده، درهای غرفه‌های خاص خودشون رو در بهشت خواهند گشود و در اونجا آماده پذیرایی از خانواده‌های خود خواهند شد که در اوج بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی اکثریت مردم ایران و به ویژه در زمانی که کشورمون درگیر مسائل و آسیب‌های اجتماعی گوناگون هستند، در حقیقت به وجود آوردن این وضعیت رو، هزینه کرد در سوریه مثلا چه دستاوردی در پی داره و کدوم ضرورت رو مستدل می‌کنه. و در کنار این مسئله سوء استفاده از کودکان برای گسیل داشتن به مناطق جنگی، کودکان کار رو ما مشاهده می‌کنیم که اگرچه جمهوری اسلامی در سال 1373 به پیمان‌نامه مربوط به کودکان کار پیوسته، اما در حوزه تبیین و تصویب قانون مناسب تا کنون اقدامی صورت نگرفته و تنها به صورتی متفرقه و پراکنده در قانون کار کشور در دو ماده 79 و 84 اونجا مندرج شده که این مواد متضمن ضمانت اجرا یا راهکاری که به نفع کودکان کار باشه نیست. در واقع این قانون بیشتر در رابطه با کار بزرگسالان هست که همونطور که اشاره کردم ماده 79 مربوط به کار کردن کودکان پایین تر از 15 ساله و ماده 84ش که در حقیقت در خصوص شرایط کاره و اینکه میتونه به اوضاع روحی و روانی و جسمی کودک آسیب برسونه، سقف سن کار رو تا سن 18 سالگی بالا برده. و البته با وجود تمام نواقص قانونی،
میشه روی ماده 84 این در واقع پیماننامه مانور داد و اینکه تاکید بر این باشه که شرایط روحی و روانی کودکان زیر 18 سال رو مد نظر قرار بده، زیرا کودکان بیشترین شکلگیری شخصیت روانیشون در چنین سنهای سنینی میتونه صورت بگیره. اما به هر حال ما در رابطه با کودکان کار به ویژه دختران کوچکی که به جای اینکه به مدرسه برن تحصیل بکنن در خیابانها دیدیم که یا گل میفروشن یا در حقیقت خرده فروش هستن و اینها هیچ نهاد قانونی و رسمی وجود نداره که بر مبنای قانون ویژه در رابطه با کودکان کار به این مسئله بپردازه و یکی از این عوارض نداشتن سطح آماری معتبر در کشور هست. به همین دلیل که بسیاری از فعالان کودک کار اینطور باور میکنن که نزدیک به 45% از کودکان کار در معرض بیماری های عفونی هستند، مثل ایدز، هپاتیت، سیفلیس و موارد دیگر که با توجه به نوع تغذیه و محیط و روابط اونها دچار چنین بیماری هایی میشن که بسیاری از همین دختران کودک که در حقیقت میشه گفتش که زندگیشون رو عمرشون رو در این خیابان ها سپری میکنن به طور شبانه روزی مورد تجاوزهای جنسی و یا حاملگیهای بارداری ناخواسته در اثر همون تجاوزها براشون به وجود میاد، اما هیچ متولی قانونی و حقوقی نیست و دولتی که بتواند از حقوق این کودکان به درستی حمایت بکنه و یک سری راهکارهایی که مؤثر در رفع این موزل اجتماعی باشه رو ارائه بده به جامعه. حتی بسیاری از اونها که دچار چنین بیماری هایی میشن با توجه به نبود یک قانون منضبط در این خصوص در زمان بیماری اونها بیشتر کودکانی هستن که سرپرستی پدر و مادر رو اینها رو دارن و ضمن اینکه به عنوان یک پدر و مادر مشخص و حتی قیم و سرپرستی ندارن که بتونن از اینها حمایت کنن، بلکه اینها در حقیقت پایه‌های ساخت اقتصادی برای پدر و مادر احتمالاً بیمار، معتاد و معلول خودشون هستن که این چنین خودشون هم در معرض آسیب‌های بسیار عمیق و بزرگی در جامعه قرار می‌گیرن و در زمانی که مبتلا به چنین بیماری‌های عفونی و خطرناکی میشن هنگام مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دچار مشکل برای درمان خودشون هستن و در بسیاری موارد اساساً سر باز میزنن از مراجعه به درمانگاه‌هایی که میتوانن از این طریق مشکلات جسمی و بیماری‌هاشون رو برطرف کنن. و فارغ از غفلت دولت مردان در ارتباط با اتخاذ تصمیمی در جهت تصویب قانونی مناسب برای کودکان کار و به ویژه دختران کودکی که در معرض چنین مشکلات و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، هیچ اقدامی هم اینها یعنی دولت مردان و قانون در راستای کاهش این معضلات انجام نمیدن و در اون برنامه‌های دولتی طبیعیه که هیچ جایگاهی نداره. اما در کنارشون این در واقع غفلت و سهل‌انگاری‌های آمدانه یا غیر از این که توسط مسئولان کشور صورت می‌گیره، تنها
نهادهای مردمی یا همون NGO ها و حمایتی که از جانب فعالین و مددکاران اجتماعی هست در جهت کمک به این کودکان در ایران تأسیس شده، که البته میشه گفتش که بیشترین تلاشی که این نهادها انجام میدن در زمینه‌های آموزشی در ابعاد مختلف کاری، بهداشتی و اینکه این کمک‌ها رو به کودکان و سرپرستان اونها انجام بدن صورت میگیره. اما واقعیت این هست که تا بنیادهای مادی و مالی این معضلات به نوعی حل نشه، آموزش توان بسیار زیادی رو در حل این مشکلات به همراه نداره. حتی آموزش و پرورش در ایران اعلام کرده بود چندی پیش که تحصیل برای دانش آموزانی که اظهار پیروی از ادیان غیر رسمی و تبلیغ ادیان یا آیین‌های غیر آسمانی می‌کنند ممنوعه. خب همین ممنوعیت نسبت به تحصیل کردن کودکان خودش یکی از زمینه‌های اساسی هست که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی رو برای این کودکان فراهم بکنه. از طرف دیگر مسئله ازدواج کودکان هست. چندی پیش یک طرح پیشنهادی مبنی بر افزایش سن ازدواج از سن 13 سال به 15 سال و ممنوعیت ازدواج کمتر از سن 15 سال رو به مجلس ارائه کردند که بعد از بررسی در اسفند 97 کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی رسماً مخالفت خودش رو از این طرح اعلام کرد. و با توجه به اینکه این لایحه حمایت از حقوق کودکان 6 سال بود که مطرح شده بود، تدوین شده بود، اما به صحنه مجلس راه پیدا نکرده بود و سن قانونی ازدواج و افزایش عددی اون در حقیقت متناسب با ضروریات اجتماعی سالهاست که از طرف نهادهای حامی حقوق کودک و فعالان مدنی مطرح شده، که همونطورم که خدمتون عرض کردم به اون شکل در اسفند 97 مخالفت خودشون رو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد نسبت به افزایش سن ازدواج. و از طرف دیگر اگر تاریخچه اون رو بخوایم در نظر بگیریم، در سال 1358 شورای انقلاب در یک ماده واحده ماده 1041 مصوب 1313 یعنی ممنوعیت ازدواج زیر 15 و 18 سال به ترتیب برای دختران و پسران رو تصویب کرد و بر این اساس در هیچ حالتی معافیت از سنینی که پیش بینی شده بود رو شامل افراد کمتر از 13 و 15 ندونست. اما بعد از مدتی با تغییر این مصوبه بلوغ رو مبنای سن ازدواج قرار دادن، بلوغ جنسی رو و نه فکری رو. و آخرین تحولی که مربوط به اصلاح همون ماده 1041 قانون مدنی بود توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 81 صورت گرفت که این نهاد شرط سنی 13 سال تمام شمسی برای دختران و برای پسران 15 سال رو قید کرد. و در حقیقت در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت امکان ازدواج برخلاف شروط وضع شده منوط و بسته به اخذ مجوز از دادگاه، اذن و اجازه ولی و رعایت مصلحت از طرف ولی کودک است. اما در این اصلاحیه مصلحت اساساً هیچ گونه تعریف و تبیینی نسبت بهش انجام نشد و به شکلی میشه گفت نسبت به ضمانت اجرای آن یک نوع بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله بسیار مهمی صورت گرفت. و از طرف دیگر فراکسیون مجلس اسلامی
طی 2 سال گذشته گزارش هایی رو در زمینه آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در سنین کودکی در استانهای مرزی و حتی دیگر شهرهای کشور رو تهیه کرده بود و با مراکز بسیاری مثل سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز که مربوط میشد به اون مرکز پژوهش‌های مجلس در سازمان پزشکی قانونی جلسات متعددی رو در این باره برگزار کردند و در حقیقت ضمن اینکه تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جنسی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود اومده در تربیت فرزندان، افزایش نرخ طلاق، خواستار ورود سریع‌تر مجلس به ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 16 سال شد و بر اساس تبصره همین طرح که خدمتون عرض کردم، حداقل سن ازدواج در دختران 16 سال تمام و پسران 18 سال تمام مشخص شد و عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 سالگی در دختران و 16 تا 18 سالگی برای پسران رو منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی دونست که تمام مسائل از جمله ازدواج‌های با سنین پایین در دختران باید طبیعیه که از زوایای فرهنگی و اجتماعی و به ویژه خلأ قانونی مورد توجه قرار بگیره و میباید در گام‌های نخست خلأهای قانونی رو برطرف کرد، ضمن اینکه باید آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی هم صورت بگیره که البته این مسئله موافقان و مخالفان بسیاری داره که وارد اون بحث گسترده نمیشیم. و اما دلیل مخالفان این بود که مسائل کشور موضوعات مهمتری هم نسبت به ازدواج کودکان داره، یعنی موضوع مهم ازدواج کودکان از منظر مخالفان این مسئله خیلی جایگاهی نداره که واردش بشویم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم، که البته این ازدواج کودکان به غیر از این بیقانونی و مخالفت‌های دولت مردان اسلامی با اون نگاه و اخلاق و فرهنگ مرد سالارانه‌ای که در حقیقت در تدوین قوانین به ویژه اون رو مطمئن نظر داشتن، مسئله رشد شهرنشینی و تغییر ساخت زندگی خانواده، افزایش روزافزون طلاق، مهاجرت، بیکاری، زاغنشینی، اضمحلال ارزش‌ها و اخلاقیات و به ویژه عدم سیاست‌گذاری شایسته در خصوص کنترل جمعیت، نبود قوانین شفاف در خصوص حقوق کودکان که نشأت گرفته از پیروی از همون موازین شرعی و به ویژه تبعیض جنسیتی که در ماهیت این قوانین وجود داره و همچنین دیگر مشکلات در جامعه، این بروز پدیده ازدواج کودکان، کودکان خیابانی و کار، فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن یا فروش یا اجاره کودکان برای به کارگیری در مشاغل پست مثل همون کارگری در خانه ها، خدمتکاری که به ویژه دختران بسیار با سن پایین رو اینها رو به این کارها می گمارن، تمام اینها در حقیقت و بعد از فرزند کشی ما ببینیم که شاهد افزایش روزافزون آمار ازدواج کودکان و بیوه کودکان هستیم. با توجه به این که ماده 1041 قانون مدنی که اصلاح شده سال 1379 هست در قابلیت صحیح
برای ازدواج اعلام میکنه که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. به این معنا که برای ازدواج کمتر از 13 سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده میشه. در سال 1389 که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش ازدواج های کودکان در برخی از استان های کشور رو دادن، درسته که این خبر مسکوت موند، اما آماری که از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان اعلام شد در حقیقت پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور برداشت و در برخی از موارد هم دلایل کودک همسری رو در استانهای مثل ایلام یا سایر استانها ناشی از وجود ساختارهای فرهنگی سنتی در جامعه، فقر و مطلوب نبودن وضعیت اقتصادی، حضور والدین معتاد و مسائلی از این دست مطرح کردن و با همین مسائل و دلایلی که وجود داره اما اقدام بایسته‌ای انجام نشد و در حقیقت این مسئله آسیب اجتماعی در کشور ما روز به روز فزونی پیدا میکنه. و مسئله دیگری که مهم هستش، حداقل سن ازدواج در قوانین کشور که منبعث از شرع مقدس البته به زعم اونها هستش، برای دختران 13 و برای پسران 15 است. و اگر پدری تمایل به ازدواج دخترش در سن زیر 13 سال داشته باشه، میتونه در شرایط خاص اجازه اون رو از دادگاه کسب کنه، که همین مسئله موجب مشکلات بسیار گسترده‌ای شده، چون سن جهانی کودک 18 سال هست و جهان فرد انسانی زیر 18 سال رو یک کودک میدونه. سن کودکی یعنی عدم تشخیص کامل نسبت به مسائل که از جمله اونها مبحث ازدواج هست. و با توجه به اینکه ازدواج خب میتونه یک امر مهمی در زندگی و تصمیم سازی و اقدام در مورد اون باید با درک و شعور رسیده و بالغ انجام بشه، یعنی اون جنبه سن فکری و عقلی یک فرد. و میشه گفت که بحث بلوغ در قوانین کشور ما همیشه به این شکل مورد بحث بوده، چون تشخیص اون رو مشکل میدونستن به حیث اینکه از نظر جغرافیایی سن بلوغ خب یک سری تفاوت‌هایی داره، به نحوی که در مناطق گرم سیر و سرد سیر میتونه متفاوت باشه و مرحله رسیدن به بلوغ مثلا دختران جنوب کشور در مقایسه با دختران شمال کشور یک سری تفاوت‌های جدی براش قائل میشن. و اینها همه در حالی هستش که بیش از 42,000 ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال صورت گرفته که در این مورد انجمن مربوط به حمایت از حقوق کودکان اعلام کرده که ازدواج و طلاق در بین کودکان از 10 تا 18 سال طی سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال 1389 بیش از 42,000 ازدواج کودک 10 تا 14 ساله به ثبت رسیده. البته بسیاری از ازدواج ها هم چون در قالب صیغه محرمیت و اینها صورت میگیره از سوی پدران یا ولی اون کودکان در حقیقت مورد ثبت و
اینها نمیشه که جنبه رسمی پیدا کردنش مشخص بشه. و از طرف دیگر ما میبینیم که در رابطه با همین ازدواج های کودکان زیر 18 سال در واقع به تبع اون طلاق و جدایی هست که در بین همین کودکان روند سعودی رو طی میکنه. و میشه گفتش که از سال 84 تا 89 حدود 45% ازدواج و طلاق در بین کودکان که مشاهده شده، آمارهایی هم که صورت گرفته اعلام میکنه که در سال 89 37,000 کودک 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه در کشور وجود داره. و مسئله دیگری هم که در رابطه با این ازدواج کودکان میتونه مطرح نظر باشه، این که در گذشته زمانی که بین عشایر و گروه های همقبیله دعوا یا جنگی صورت میگرفت و یک تن از طرفین کشته میشد، گروه یا خانواده مقتول برای خونخواهی شخصی یعنی محاکمات قبیله‌ای از خانواده یا طایفه قاتل رو یکی رو میکشت و این جریان به صورت سلسله وار ادامه پیدا میکرد. به همین جهت و برای جلوگیری از ادامه جنگ و کشمکش و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها، مراسمی رو با عنوان خونبس و با حضور واسطه های از دو طرف دعوا برگزار می شد که در اون یک ازدواج اجباری صورت می گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکان قاتل به عقد ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان مقتول در می آمد که اگرچه نام این رسم و آیین خشونتبار به علت مغایرت اون با حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان از لیست آثار معنوی کشور بایستی که حذف بشه. و اگر شما دوستان به خاطر داشته باشید، چندی پیش این مسئله ثبت جهانی در حقیقت عنوان خونبس بسیار با آرای موافق و مخالف یک در حقیقت زمینه اعتراضی رو فراهم کرده بود در داخل و خارج از ایران. و چون این رسم ناپسند و اساساً سنت ملی ایرانیان نیستش، بلکه یک پدیده قومی قبیله‌ای هست و به ویژه چون مغایر اصل شخصی بودن مجازات هست، از نقطه نظر حقوق جزا اساساً قابل دفاع نیست و حقوق جزا اون رو نقض میکنه. در واقع در این آیین طرح و بازگویی دعواهای قومی قبیله‌ای مسئله هست، مطرح هست، یعنی بر اساس این سنت و برای خاتمه دادن به همون درگیری ها و پیشگیری از کشت و کشتار از یک وسیله نادرست، یعنی قربانی کردن یک زن، یک دختر زیر سن 18 سال و به ویژه آینده او استفاده ابزاری شده و با ازدواج یک زن اون هم بر پایه اجبار، از ریختن خونی دیگر جلوگیری به عمل میاد. و این اساساً خیلی فاصله داره با اون خوی بشری و به ویژه حقوق کودک که کنوانسیون حقوق کودک میتواند مهمترین سند بین‌المللی در این باره باشه. و بیشتر از این میشه گفتش که قانون یک بحث، فرهنگ بحثی دیگه، اما نمیتونیم به این موضوع اکتفا کنیم که چون فرهنگ در برخی مناطق نادرست هست پس قانون هم نادرست باقی بمونه، که این مفهوم در واقع نادیده گرفتن عقل و خرد است. از طرف دیگر قانون یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ به شمار میاد و سازمانهای مردم نهاد و مردم مدار هم باید در این موارد ورود بکنن و اقدام به فرهنگ سازی بکنن. از طرف دیگر میشه گفتش که
در واقع پیامدهای ازدواج این کودکان به این شکل هستش که میتواند این پیامد ازدواج زود هنگام و یا ازدواج اجباری کودکان در مقابل تحصیل و کسب دانش در یک جامعه موجب میشه که آمار طلاق، خودکشی، فرار از خانه و اعتیاد اینها افزایش پیدا کنه. به شکل دیگر میشه گفت که ازدواج کودکان میتونه زمینه ساز ورود اونها به مجموعه ای از دیگر آسیب های اجتماعی رو فراهم بکنه و بیشترین آسیب در خانواده هایی که ازدواج زود هنگام دارن همون مسئله بحث خشونت هست. وقتی زن یک کودک و نابالغ هست، مرد از خشونت های کلامی و ضرب و جرح و شتم و ناسزاگویی برای تسلط بر امور بیشتر استفاده میکنه و در نتیجه در این دسته از خانواده ها گردونه خشونت میتونه از والدین به فرزندان در گردش قرار بگیره. بنابراین خودکامگی و استبداد قضایی بخش تفکیک ناپذیر اون دوران محسوب میشه و در واقع ادامه و تکرار فجایعی مثل ازدواج‌های زیر سن قانونی که در حال حاضر بسیار در کشور ما گسترده شده نشانگر این هستش که به رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی بسیاری از خانواده‌های جامعه عشایر ترجیح میدن منازعات ناشی از قتل رو از طریق رسم کهنه و نکوهیده خونبس فیصله بدن که این خودش نشان از فقدان آشکار خلأ قانونی در خصوص اصل شخصی بودن جرم و مجازات از حیث اعمال و اجرای اون توسط دادگاه ها و همچنین موارد مربوط به احکام بازدارنده جرم و مجازات در ایران هستش. و در واقع میشه گفتش که حتی سخنگوی قوه قضاییه درباره ازدواج‌های غیرقانونی اعلام کرده که گاهی ازدواج‌ها الزاماً زناشویی نیست. شاید عقد باشه ولی زناشویی انجام نمیشه. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی که میان دختر خونده میشه و از این قبیل توجیهات. و از طرف دیگر هم میشه مسئله ازدواج سرپرست با فرزند خوانده رو ما مورد بررسی قرار بدیم در خصوص وضعیت حقوقی دختران زیر سن 18 سال در ایران که در شهریور 1392 این ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به صورت یک قانون در اومد و در حقیقت توانست که یک جایگاه قانونی، البته قوانین فعلی که در جمهوری اسلامی وجود داره اون رو بتونن به منصه اجرا بگذارن. حالا با توجه به این که شما فرض بکنید که در واقع ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود که فرض میکنیم در تبصره دو ماده 22 اون لایحه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اومده که در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزند خوانده بودن قید بشه. بنابراین با توجه به درج این جزئیات در شناسنامه از یک طرف فرزند خوانده بودن در رابطه با همون کودک علنی میشه و در صورتی که پدر مادری هم داشته باشه بر اساس این لایحه نام پدر و مادر واقعی در کنار نام سرپرستان قید میشه. به این ترتیب و از طرف دیگر دلایلی مثل حفظ منافع کودک، جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان میشه و در ارتباط با درج اسامی در شناسنامه اساسا نظر بر این بوده که در شناسنامه کودک تنها شماره و تا
تاریخ صورت جلسه فرزندخواندگی ثبت بشه، اما خلاف این رو در این لایحه قانونی به انجام رسوندن و در واقع میشه گفتش که این مسئله بیانگر یک سویه و یک جانبه نگریستن مجلس شورای اسلامی به این موضوعه و تنها مسائل شرعی رو مطمئن نظر داشته و از مسائل مهم اخلاقی، روانی و اجتماعی حقیقتاً غفلت کرده و من فکر می‌کنم تعمدن این کار رو انجام داده و حتی قاضی دیوان عالی کشور اعلام کرده که ازدواج با فرزند خوانده اگرچه به لحاظ عرفی تنش‌زا هست اما اشکال شرعی نداره و گفته که از لحاظ شرعی افراد میتونن با کسانی که جزء محارم سببی و نسبی اونها نباشن ازدواج کنن، که این مسئله به حیث منطقی و عرفی طبیعیه که محدودیت هایی رو در بر داره و این فرزند خواندگی هم جزء همین موارد هست. شما فکر کنید یک فرد میانسال که با حسی پدرانه فرزندی رو به فرزند خواندگی خودش قبول میکنه، بعد از مدتی این حس پدرانه تبدیل به یک حس عاشقانه بشه، چه وضعیتی پیدا میشه؟ و اینکه اساساً چرا جمهوری اسلامی بر اجرای این مسائل، ازدواج کودکان و بسیاری مواردی که خدمتون عرض کردم اصرار داره، میشه اینطور پاسخ داد که مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی از انبان سنت‌های فرهنگ جامعه ما تنها مفهوم ناموس رو استخراج می‌کنند و پشت اون سنگر می‌گیرند. پشت چیزی تحت عنوان ناموس می‌شود روابط رو به صورت مشروع و غیر مشروع تعریف کرد و از مشروعش دفاع کرد و به نامشروعش حمله کرد و این رو موضوع مهمی قلمداد کرده و آنها و بسیاری آدم‌ها رو پشت این فکر در حقیقت جمع میکنه. من فکر میکنم که تمام مسائل از جمله ازدواج هایی با سنین پایین در دختران باید از زوایای فرهنگی، اجتماعی و به ویژه خلأ قانونی که وجود داره مورد توجه قرار بگیره و این خلأهای قانونی رو باید برطرف کرد. فراتر از این آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی که صورت میگیره و به بلوغ عقلی و جسمی کودک تاکید کرد و از به شکل دیگری میشه گفت که ازدواج اجباری کودکان مصداق بارز فروش کودکان هست و برای همین مسئله و پیشگیری از این تخلف قانونگذار باید ازدواج کودکان رو منسوخ اعلام بکنه. و با توجه به تمام این مسائل من فکر میکنم که نظریه پزشک قانونی یا دادگاه مبنی بر این که میگه این فرد به بلوغ جنسی رسیده و میتونه ازدواج کنه آیا کفایت میکنه، یا اساسا جایگاه بلوغ فکری و اجتماعی کجاست؟ و برای حسن ختام و آخرین کلامم میتونم بگم که در واقع ما منابع قدرت زنان رو توانمندی، افزایش توانمندی های در حقیقت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رو باید برای زنان در نظر بگیریم که بتوانیم یک جامعه ای رو به حیث حقوق برابر در آینده ایران بسازیم. متشکرم از شما جناب آقای بهبهانی بزرگوار و بینندگان شنوندگانتون که به این برنامه توجه کردید.